این بهترین چیزیه که من تا حالا دیدم. فوق‌العاده است. این افتضاحه. این آشغال چیه دیگه؟ این بهترین چیزیه که من تو عمرم دیدم. من عاشق اینم. همش برای خودم. خب سلام دوستان، اونجایی که گل داده بودم حتما ادامه داستان این بازی واسهتون بگم، الان هم اومدم همین کارو بکنم. با این که میدونم بعد ویدیو قبلی رفتین تو یوتیوب سری سرچ کردین نشستین کلا داستان بازی از اول تا آخر دیدین ها، ولی خب عیب نداره دیگه، گشادی خودمه، تقصیر خودمه. خب ان شاء الله دقیق یادتونی که از قسمت قبل تا الان چه اتفاقاتی افتاده دیگه. خب این چه جور جواب دادنیه؟ یا بگین آره یا بگین نه دیگه. دوباره میپرسم، ایشالا یادتونه دیگه. ذره ای شعور در وجودتون رویت نمیشه. خب حالا سر محکم کاری یه آنچه گذشت میگم. لیان که مامور ویژه ایالات متحده است رو به همراه دو تا مامور ساده دیگه میفرستن تا دختر رئیس جمهور رو از یه منطقه پیدا بکنن. ولی خب به جز لیان یکیشون کباب شد، اون یکی هم غذای ماهی شد. این وسط لیان یه یارو سیگاری دعیس رو میبینه که ببخشید فوش شدم. که یارو میگه دختر رئیس جمهور تو کلیساست و سیک کن اونجا. لیان هم که میسیکه اونجا و پیداش میکنه. بعد با بیسیم که من هیچ وقت جوابش نمیدم بهش گفتن که گم شو که یه جا هلیکوپتر بتونه بشینه تا ما به عنوان نیروی پشتیبانی هلیکوپتر بفرستیم تا نجاتتون بدیم. و دیانم خب راه میفته و سعی میکنه که از روستا ها میتونه دور بشه و به مکان سعی سالم برسه. و اینم بگم توی راه لیان یه دوست نینم قدیمیه، دشمنه، همکاره، نینم چی هستم، یه خانوم بابجدن تو دید که ایشالله میپردازیم بهش. خودش قسمت اولا برای توی کوشا ساختم و میرفتی نگاه میکردی دیگه. دو ساعت نشستم اینجا دارم خود. خب آقا آخرین بار لیان از دست روسایی در رفته این قلعه و میخواد اینقدی ادامه بده تا یا راه خروج رو پیدا کنه یا یه جای سعی سالا پیدا کنه که هلیکوپتر بیاد سراغش. بعد اینی هم که میبینید کلن اسلحه هم فرق کرده، برای اینه که سیو بازی مشکل پیدا کرد و من نشستم دوباره 2.5 ساعت پلی دادم تا به اینجا برسم. پس هر کلک نکنه گی. خب آقا اینجا لیان با اشلی شروع میکنه به حرکت و توی راه یه کله بازی با منجنیق میاد تو جلوشو بگیره. ولی خب لیان طبق عادت بعدش هم که دونه دونه منجنیقا رو سلاخ میکنه و بعدش هم با یه توپ، نه این توپ نه ها، با یه توپ جنگی راهو باز میکنه. بیسیمش هم که این جلوتر زنگ میخوره، ولی خب وسط حرف زدن یهو قطع میشه، آنتن میپره. بخوام ما ریدم تو این شانس. بعد اینجا یه معما ساده رو حل میکنه، از در رد میشه، در باز خودشون خیلی ناز و گوگلی راه میرن که یهو لوئیس تخمساگ عین همیشه پیداش میشه و میگه بالاخره پیداش کردم. لیانم میگه چیو؟ لوئیس هم میگه نویده نداتو کونی. آقا شوخی کردم، لوئیس اینجا میاد که نشونش بده چون شنیدن که بابت مانند ریدن یعنی دیدن. یو خودشو میماره بعد میگه ای وای انگار تو را انداختمه. لیان هم که میگه نمودیم، خب حداقل بگو چی رو میخواستی نشونمون بدی. لوئیس هم میگه که ببین بدبخت، به همه ما یه نوع تخم تزریق کردن که یه نوع انگله، خب اون انگله که از تخمش در بیاد ما تبدیل میشیم به همین آدمایی که تا الان میدین، نگاه زامبی نمیشن ها، فقط کسخل میشیم چنل اکسترس اپ. اوکی آقا فوشم ندید، آروم باشید. اون خیلی راجع به ویروس اون توضیح نمیده، فقط کل چیزی که میگه اینه که اگه اون از تخم در بیان که احتمال زیاد الان در اومدن و اگه زیادی رشد کنن دیگه به روی ذهن ما میتونن کنترل داشته باشن، یکم دیر بجنبونیم شونیم مراسه که خیر میشه بازی صدله. بعد آره دیگه اینجا که اشلی جفت کرده میگه منم جون مادرت باد میام. لیان داره میگه که کم کم وضو بگیر که دو رکعت نماز شکر بخونه، ولی خب لوئیس میگه آشکش که خالت لیان باش کنار بیام، من این دختر رو گردن نمیگیرم. آره نتونستم شرش راحت چی میدونم. بعدش لوئیس پیام بازرگانیش تمام میشه، از همونجا که اومده بود برمیگرده که اون وسیلهشو پیدا کنه و لیان اصلی هم به راهشون ادامه میده. تا میرسم به این کوتوله بی خاصیت، راستش بخواد بار اول که دیدمش فکر کردم اینا یه زن وقتی که زامبی بوده حامل شده و بدون یاورده، ولی بعدش که فهمیدم که نه بابا، به این از این ویروس جدید زدن که کنترل نمیشه و کنترل میکنه. در واقع آقا بیاد یه دور واسهتون خلاصه طور کل تاریخچه این ویروس رو بگم. ببینید یه ویروس بی‌ناموسی است که حالا حوصله ندارم برم اسمشو پیدا کنم، اصلا سختم از اسمش بهش. این ویروس رو این جد سالار داره، این کوتوله بی خاصیت این جد میدونستن که چقدر ویروس خطرناکه و اونا تو اعماق همین قلعه دفن کردن، ولی این صدره پیدا شد و یه گنده بالا آورده، حالا یه گورای زده بچه بازم از اتفاقا، من که میگم همکار سعید توسیه اومده این بچه رو گول زده، بعد اون ویروس رو در آورده و به کمک شیمیدا تونسته دستکاری کنه ویروس رو. و ویروس دیگه کلا ذهن آدم رو فقط مختل نمیکنه، در واقع تبدیل شده به ویروس مادر و فرزند که تقریبا میشه گفت برده و برده دارم به حساب میاد. به هر حال یکیش دستور میده یکیش اجابت. توی این کوتوله هم از اونایی زدن که فقط دستور میده،
تو اون گنده بود یا رو تو قسمت قبل کشتیمش، تو اونم از اون گنده زده بودن. ولی خب اینه که توی بدن ما و اشلی زدن ویروسیه که قراره باعث بشه ما از اونا تبعیت کنیم. و خب اگه میخوایم بپرسین دلیل اصلا این کار چیه، اینه که شما فکر کن دختر رئیس جمهور و حتی خود رئیس جمهور هر چی که بگین انجام میدن. میدونید چقدر قدرت زیادیه؟ شما بهش فکر کن یه دقیقه. و اونا همه این کارا رو میکنن تا فقط بتونن کل دنیا رو کنترل کنن. بعد آره دیگه همین، بریم ادامه داستان. اینجا سرازار خیلی ساده به لیان میگه ببین دختره رو تحویل بده، منم گول میدم ندم از خون دارت بزنم. لیانم میگه بیا تقدیم با عشق، چی دیگه برات این وقت بیا واسه چی دیگه برات دارم واسه بیا. برش که میان به راهشون ادامه بدن، راهشون بسته میشه، باید سه تا تیکه پازل پیدا کنن و چه باورتون بشه چه نشه، این سالازار اینگا بچه سواله که واسه همون تله و معما و بازی اینا ترتیب داده که سرگرمش کنیم. واو فوق العاده است این مثل. بچه‌تون خالی رو که ادامه میدیم یه حیله بی‌نوز که چشمشو دوختن رو با زدن نقطه ضعفش شکست میدیم و بعدش کلی آدم میذار سرمون همشونو دونه دونه میماریم. بعدش اشلی به صورت کاملا باور نکردنی به دردمون میخوره و بعد این که مسیر رو واسمون باز میکنه میرسیم به تالار که راه بالا بسته است و تنها راه رفتن روبرمونه. بعد وقتی میخوایم از اونجا رد شیم اشلی خون سرفه میکنه، لیانم که میاد به مالتش، اشلی رم میکنه و مثل سگ میده. ولی یه بار دیگه باید بریم نجاتش. ولی اینجا دوباره بیسم لیان زنگ میخوره، ولی خب این بار سالازار میاد پشت خط میگه ما خط رو هک کردیم. بعد آره دیگه میشه از خودش 200 زر میزنه و این چیزا. ولی خب میونه زرش هم میگه که آقا اون تله که الان اشلی توش افتاد و من گذاشتم، بعد تو هم قراره بری تو فاز رابا ما، اونجا یه سری گورباقه داریم روپای میزنه، برو ببین. اولام لیان میگه من بچه مزخرفات نیستم. ولی خب آره خلاصه دوستان همیشه که دروغ نمیشه. نتیجه اخلاقی از این موضوع برای خواهران سرزمینم. پسرا همیشه دروغ نمیاد. اگه خواستن یه نشونتون بدن برید. باری کلا. آقا بعدش که اونجا رو رد میکنه و برمیگره به همون تالار، این بار یه سری راهب که معمولا با خودشون یه طلا دارن از مسیر بالا اومده بودن اونجا و داشتن یه چیزی رو عبادت میکردن. اون واسه که کلا 200 گرم گوشت است. پس به اینا میگیم سیم. بعدش اینا هم که فرصت طلب، همه شروع میکشه که طلاشون رو برداره. ولی قبل تله اونا یکم وقت میذاره که بره یه صندوقچه رو باز کنه و وقتی میره پایین میبینه که بیشتر طلاها دیسپان شده و حدود 20,000 تا پول ضرر کرده. بعد اون افسرده میشه و ماموریت رو ول میکنه و با باقی پولش میره یه مغازه رامن فروش باز میکنه و هر روز ناروتو میاد کلی ازش خرید. بعد اینجوری میشد. اوکی آقا کسنم یک بازی دوادم بریم ادامه. آقا لیان از بالا رد میشه، بعد بازم یه کله بازی بیشرف دیگه پیداش میشه که کلید ادامه را دست اونه. برای همه لیان میره سراغش ولی طرف همش در میره و دقیقا وقتی که لیان دستش داره بهش میرسه برمشونه اسرائیلی ناموسن منطقه کپکومو گایید. بعدش براش ادامه میده و اینجا یه معمایی که من از قبل حفظشم رو حل میکنم. بعدش باز سالازار پیداش میشه و یه مقدار چرت و پرت میگه خودش کنه ترجمه ندارم، خودتونم که مطمئنا حوصله‌اشو ندارین، پس ولش کنید. بعد یه چند تا نوچه میفرسته که همه اینا رو میمالیم. بعدش این دکمه هایی که پیدا کرده بودیم و میمالیم. ای یه چی اومد بالا، این چیه؟ آها یه تیکه از اون پازله. ناموسن داره با همون بازی میکنه. بعدش وقتی مسیر اونجا رو ادامه میدیم میرسیم به عمارت بزرگ حاجی ناموسن. به نظرتون با این عظمت چند تا دستشویی توش داره؟ خب اگه این ساختمون طبقه دو تا، نه طبقه سه تا دستشویی در نظر بگیریم، احبابا ولش کن رشته ریاضی بر نداشتم بیام این چرت و پرت رو حساب کنم. آره خلاصه پرش همینجور میره تا بالاخره Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now.
bit of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. و بعد شوف کردن سگ لیانو میبینیم حالا چند سال تمرین کرده اومده بکنتش شش ایده. یادش رفته این چند بار نجاتش داده. بعدش اینجا کل چیزی که ایدا میگه اینه که خیلی وقت همو ندیدیم ولی خب لیان دهنشو وا میکنه و میگه خواهان کونتام. دهنشو وا میکنه و میگه پس راست میگم برای وسکر کار میکنیم. ولی خب ایدا هیچ وا نمیده تو حرکت گنگ توری. و بعده بازم مثل همیشه ما رو گور گذاشته رفت. حالا بچه اینم بگم از سمت ایدا هم یه سری داستان ها و نکات جالبی هست که چون لیان هیچ وقت نمیفهمتشون الان نمیگم. بعد داستان لیان اگه خواستین داستان اونم براتون جداگونه ویدیو میکنم دیگه. آره میدونم بابا گوش آدم حالا دیر اونم ویدیو میکنم فرشب اوکی. آره ما بعدش لیان براش ادامه میده تا اینکه یه جا یهو میکننش تو قفس. لیان هم که میگه شیفتگان پرواز را میل خزیدن نیست. بعد اینطوری که ببینید همه رو با یه بم میکشه از بیرون قفس اون یارو هم میمونه دیگه. بعدش براش ادامه میده این اهرامه رو میکشه وای اشکه من اینجا این آرپیجی رو هم قبل رفتن یه جوری میکنه توی اینونتوریش بعدش میرسه به اینجا که لیون I got it بعدش اینجا سلدر میگه که حالا که من نمونه انگل پیشرفته جدید رو دارم دیگه نیاز به تو هم ندارم و لیان رو هم میسپره که به سالازار تا بکشتش به خدا پاره میکنم پاره فهمیدی؟ نکش منجومای emotional damage بعد اینجا لیان به لویس میگه مگه بهت نگفتم بسکش سیگار نکش نگاه چه زود داری میمیری بعدش لویس اینجا از شخصیت اصلیش رونمایی میکنه و میگه من در واقع واسه وسکر کار میکنم من اون ویروس رو واسش دستکاری کردم و به اینجا رسیدمش ولی وقتی چشمو باز کردم و دیدم دارم دک میزنم تو این دنیا برای همین استغفار پیشه کردم و با خودم گفتم هر کی ویروس درست کنه گیه برای همین ویروس از دست این روانی کش رفتم و خواستم فرار کنم ولی خب شاخه کشو کرد تو هم اینو بگیر کمکت میکنه دیرتر انگلت روش کنه لیان وصیت منو به خانوادم برسون لوات حرامه ولی از رو مرامه و در اون حین یعنی بگیر همچین اوکی بعدش اشلی رو نجات میدیم بعد به جا تشکر جوری با اون رفتار میکنه که انگار پول شبش رو ندادیم ولی خب چند تا سیمپ سگ پیداشون میشه و باعث میشه که اشلی جوف کنه و حالا اینجا یه خود فایت میده و مقاومت و این داستانا بعدش اشلی از یه دری که رد میشه و حالا وای بابا ولم کنی من باید با این ایچ پی پلی بدم بله آقا اینجا اشلی میخواد ازش خارج بشه ولی یه جور موره احتیاج داره بعد میره دنبال موره بعد این جورچینا رو باید حل کنه جورچینا رو اینجوری حل میکنه بعدش اون موره رو گیر میاره ولی خب یه دونه صندوق هم میکنه تو پاچش جوری که اگه صندوق رو باز نکنه از در بیرون نیم بازش که میکنه تیکه دومه اون پازل هم توشه بعدش این سرباز ها زنده میشن بعدش اشلی فرار میکنه بعد آره دیگه میرسه به اینجا که لیان اشلی من به خدای یکتا به خدای آسمان ها ایمان آوردم او الله دی او مای خب دیگه بچه برای تیکه سوم پازل دیگه سازنده گشادشون اومده خیلی بپیچونن فقط میریم اینجا که گرممه بعد اینجوری این جای آتیشی رو میندازیم و بعدش این تیکه سوم بهمون میده آره دیگه نخود ترکی رو به خانه خود بعدش باشه سوار این قطار بین قلعه میشیم و دیگه توی راه تاریک بود ما ندیدیم چه اتفاقی افتاد بعدش که با اون ستا تیکه راهمون رو باز میکنیم و ادامه میدیم بعدش بازم باید سوار این قطارهای بین قلعه بشیم امیدوارم به رئیس جمهور نوه ندیم خب بعدش که یکم به مسیر ادامه میدن بازم یه پازل مسخره جلوشون هست که میگه باید یه جام شرابو پیدا کنین تا راه باز بشه ما هم که وقتی میریم دنبالش باز این کوتولای پیداش میشه میخواد ما رو توی این اتاق سقط کنه ولی خب این چراغا رو که بزنی حل دیگه بعدش این اسکولا رو میفرسته اینم که خرجشون دو تا تیر بیشتر نبود به مولا بعدش بالاخره این جامو گیر میاریم و برمیگردیم که راهمون رو باز کنیم و ادامه بدیم ولی خب با استقبال گرم سیمپان سگ روبرو میشیم خب طبق عادت خوشگل بشین کناره بگیرم من شب شد بیا اینه بخواه شب شد بیا اینه بخواه دختر نازه کنسته به من نازنی
آب چون برای دیگه. بعد بالاخره در رو باور میکنیم و ادامه میدیم. بعدش اینجا یه چیز گنده رو میبینین که دارم بهش تیر میزنم. میدونین چرا؟ همش به خاطر پول. آره بعدش میبینین که از اینجا رد بشن یا یه گورباقه پرنده پیداش میشه و اشلی رو با خودش میبره و در حالی که لیان از ته دل هم خوشحال هم ریده تو خودش میفهم که باید به فکر کنه خودش باشه. بعد هیچی دیگه، بعد اینا رو اینجا میکشه. بعد که یکم میره جلو دوباره سالازار بهش زنگ میزنه میگه ببین این دختر رو که من گرفتم میخوام ببرمش بالای بلندترین برجم و اونجا یه چیزایی بهش نشون بدم. تو هم تنها کاری که میتونی بکنی اینه که از دور ببینیش واسش بای بای کنی. بعد لیان هم اینجا یه نگاهی میندازه و دیدش رو میزنه، ولی خب با خودش میگه که حتما باید اونو پیدا کنم. و دوباره آره دیگه راه میفته، خودش رو جرواجر میده، دوباره از این هیلا پیدا میکنه، میکشتش. میره تا بالاخره پیداش کنه. ولی خب سالازار اینجا بیناموس یه تله دیگه واسه اون کارو گذاشته. و خب و در حالی که سالازار میگه چرا صدا شکستن و سخونش نمیاد، آره خلاصه لیان واس خودش با این حرکت یکی از مرمولک این کوتوله رو کاسب شد. بعد برای خروج از اون فاضلاب ها لیان یه آسانسور پیدا میکنه که برقش خرابه، برای همین میره که برق رو وصل کنه. ولی تو راه لیان با این حرکت هایی که اگه تو پارک ملت بزنی گشت ارشاد میگیرته به حمله های هیلا جا خالی میده تا بالاخره برق رو وصل کنه. و وقتی میخواد بره سمت آسانسور یهو مرمولک خودش رو نشون میده. بچا مرمولک دریش پوستش انقدر سفته که راحت میشه گفت ایرانیه، تیر بهش عمل نمیکنه. خب بعدش برای همین لیان فقط با یخ زدنش میتونست بهش آسیب بزنه، ولی خود نمیخواست بکشدش، اما اینقدر رفت رو اعصابش که آره خلاصه لیان رو اذیت نکنیم. بعدش آسانسور بالاخره میاد و لیان باهاش از اونجا خارج میشه. بعد ما اینجا یه سکانس رو میبینیم که کرازور که منم خیلی نمیشناسمش، فقط میدونم رفیق قدیمی لیانه، از سادلر دستور میگه که بیاد بابای لیان رو بخوره. ولی خود نگران نباشید، این که جزء بخش جذاب داستانم هست برای قسمت بعده. بعدش اینجا لیان باز به زور با فروختن یه مقدار خشاب آرپیجی میخره که الانا میفهمید چرا آرپیجی میخره. بعدش ادامه میده و میبینه که تو معدنه بازم دینامیت بازی میکنه، ولی این بار یه دینامیت بزرگتر استفاده میکنه. بعدش وارد اینجا میشه و این میدونه که واسه تو ناشنا نیست. گرممه یه گرممه. خب الان وقتش رو برگ برندم رو کنم. اول که یکیشون رو به صورت کاملا شرافتمندانه بدین شکل میکشیم. و بعدش اون یکی هم که مونده به روش قدیمی مون و اینطوری میشه که از شرد هر دوشون راحت میشیم و با خیال راحت به راهمون ادامه میدیم. آره بعدش اینجا بازم یه سری گورباق پرنده اینا میاد با یه معمای نوری که به صورت کاملا منطقی در رو زوب میکنه. بعد از این گوشکوب گنده ها فرار میکنیم و با این آسانسور فضایی که معلوم نیست سر و تهش کجاست میریم بالا. بعد اینجا که میرسیم میبینیم که ایدا واسه اون یه نامه گذاشته که اطلاعاتش به کس میده. به خود هیچ اطلاعاتش به درد نمیخواد، همه رو از قبل لوئیس بهمون گفته. خب بعدش که ما میریم جلوتر و میخوایم تلاش کنیم که وارد این برج بزرگ بشیم، بله طبق معمول یه چیزی میخواد که ما نداریم و باید بریم تو این زیرزمینه عربه برقی بکشیم، آدم بکشیم، از رو قطار راه بریم، بعد از قطار بپریم که چی بشه این دست خرابمون بده. من ریدم تو این بازی که جرم میده تا یه مرحله رد کنم. برای خلاصه بالاخره میتونیم از این برج بریم بالا. بعد که از اینجا رفتیم بالا این مجسمه پیداش میشه، از الان معلومه دیگه چه گنی قراره بزنه. بعد میایم خیلی شیک و مجسمه بریم سمت برج اصلی. بله مثلا آزار دارم میدونین. بعد اینجا که لیان طبق معمول میره اینا رو دوباره راهشو باز میکنه، ولی همین که میاد فرار کنه فکر کنم دیگه تمام شد، الان دیگه میتونیم راحت بریم به ایش برج. خب خدا شکر این یکی هم به خیر گذشت. بله بازم اینجا سالازار پیدا شده و قراره واسه همون زر بزنه. بابا اینجا سالازار اومده واسه خودش چی میگه؟ تو کارت خیلی خوبه، خوبی سه اگه به بابا حق باشی. ولی خب لیان به صورت کاملا نخوندم طوری دل هممون رو خنک میکنه.
آخرش اینجا کوتوله داستان با آسانسور در میره به بالاترین طبقه برجش، بعد ما هم که باید بیافتیم دنبالش دیگه. تنها اینجوری به من نگاه نکن، با چشات قلب منو صدا نکن. سلام تو فهم برجش. و بعد بالاخره ولی خب اینجا مثل اینکه اشیل نیست و وقتی ازش میپرسیم میگه که انگار اشلو فرستادن به یه جزیره صنعتی که اونجا بقیه کاراشو بکنن و الان ما قراره که با روی واقعی این بشر روبرو بشیم. اوه 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 یه باس گول تشن، چجوری شکستش بدیم؟ ای بابا ای بابا اصلا باس چیه تو این بازی؟ بیا بریم بابا. آره خلاصه بعد اینکه لیان اینو شکست میده میفهمه که بله ماموریت جدید باید بره به اون جزیره و اونجا دنبال اشلی بگرده. بعد بره همین میره تا بالاخره برسه به جایی که قایق چیزی باشه بتونه باهاش حرکت کنه و میبینه که Need a ride, handsome? Okay. خب رفقا مرسی که ویدیو تو اینجا تماشا کردید. آقا یه دقیقه وایس کجا داریم میری؟ تو ویدیو به اینجا میسی سری نبندی، شاید من هم گو بخورم جد. خب ببینید این سبک ویدیو که الان دیدین و من خودم خیلی دوست دارم و تقریبا الان 10 ساعت پای ادیتم، فقط هم ادیت، یعنی رکوردش خیلی بیشتر طول کشید. بیشتر که دارم گو میخورم ولی خب والله. اوکی. آقا فقط خواستم بگم که من این سبک رو خیلی دوست دارم و به نظرم خیلی هم سبک فانیه. اگه دوست داشتین حتما توی کامنت بگین و اگه تا اینجا دیدین دیگه 100 درصد دوست داشتین دیگه. و بچه‌ها اینو خواستم میگم که از اونجایی که این سبک ویدیو واقعا سنگینه، خیلی از گیم پلی سنگین تره، از خیلی چیزا واقعا سخت تره درست کردنش، برای همین خیلی نظراتون واسم مهمه و دارم میگم هرچی میدونین بهم بگین، هرچی دوست دارین بگین، ماینکرافت همینجا میام خفت میکنم. برای خلاصه از بازی زیادی قرار این کارو بکنم. لایک کامنت شیر همینا فراموش نشه. لوف یو البته ویو بعد سی. نظرتو بهم گفتی دیگه که داری میری، نظرتو گفتی. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.